شما بیننده ادامه برنامه عصر عریوا از تلویزیون اصلاح هستین و اینک در این بخش برنامه محترم استاد عبدالخالق احسان مهمان ما هستند و میپردازیم به معرفی شخصیت مولانا صاحب نجیبی کروخی، یکی از شخصیت هایی که در بین جامعه و مردم واقعا در قلب هایشان جا داشتن و متاسفانه روز گذشته خبر درگذشت از اونا به گوش ما رسید و جامعه متمدن هرات و حوزه غرب افغانستان واقعا متاسف شدن از این خبر. به همین مناسبت میپردازیم و صحبت های جناب استاد احسان رو میشنویم، انشالله که بیننده و شنونده باشید. سلام، خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تقدم خدمت شما و بیننده عزیز عرض سلام دارم و در گذشت عالم فرزانه و دانشمند ربانی و ادیب توانار، خدمت فامیلیشان و خدمت تمام علما و دانشمندان هرات و جهان و کل ملت افغانستان و جهان تسلیت عرض میکنم. الله متعال استاد بزرگوار در جوار رحمت خود قرار داده و برای بازمانده ها صبر جمیل عنایت فرماید. سپاسگزاریم جناب استاد. چه خوبه که در ابتدا یک معرفی از شخصیت این بزرگوار داشته باشین. شاید خیلی از دوستان خبر درگذشت ایشان را در صفحات مجازی دیده باشن و یا هم با شخصیت این بزرگوار آشنایی نداشته باشن. میخوایم که بیشتر از شما بشنویم. تشکر. استاد غلام محمد نجیبی کروخی از ولسوالی کروخ ولایت هرات هستند و در اونجا زاده شدند، در خانواده فقیر و خانواده دینی و ایمانی. خودشون وقت در خاطرات خود حکایت میکنن در سنین جوانی هستن پدر وفات میکنن و او خاطر مصروف کار زندگی و خانه میشن و سرپرستی مادر و برادر خودی خود بوده میگیرن. در اون محیط وجودی که استاد کمتر توانست به درجات علمی دانشگاهی به اصطلاح راه یابه، اما توانست در اون علومی که از پدر خود آموخته بود اونا ادامه بده. با دوران مهاجرت میشه و به ایران و پاکستان مهاجر میشن و کم کم همه علوم رو بیشتر از دیدار با دیگه علما و با مطالعه کسب میکنم و استاد حدود 60 سال در مسجد جامع بزرگ ولسوالی کروخ مجلس خطیب است. بله. که با خطبه های جمعه همیشه اندازهای نیکر تقدیم مردم کرده و زندگی سراسر درس و تعلیم و آموزش و مطالعه و کتاب بوده و زندگی است که یادگار از سلف صالح ما، یادگار از گذشتگان نیک ما است که این گونه با خوبی زیستن و با از سن خود عمر خود به خوبی بهره گرفتن و در خدمت دین و دنیا از او استفاده کردن. بله. جناب استاد درباره ویژگی های شخصیتی جناب استاد اگر بیشتر معلومات بدیم بسیار خوب. جناب استاد نجیبی، مولانا نجیبی کروخی، یک شخصیت به تمام نام شو شخصیت کاملی. بله. گرچه کمال حقیقی از خداوند است، اما بیایید یک انسان کامل میتونن میشینه معرفی کرد. شخصیت بودن که فهم اینا از دین فهم همه جانبه ای بود. بله. فهم دور از تعصب، دور از کشفمی ها، دور از خرافات و بدعات، اما دین واقعی که با اون عظمتش از طریق پیامبر و طریق قرآن معرفی شده، مولانا نجیبی همون دین را کامل فهمیدن و با فهم کامل از دین تعبیر میکرد. به خاطر از که کوتاه نوشته های اونها و سخن های اونها جذاب است برای مخاطبین، چون که همون معنای کامل دین را و معنای حقیقی دین شناخته و به مردم معرفی میکردن. دیگه از ویژگی‌های خاصی که داشتن جناب مولانا نجیبی صاحب اینه که بین دانش دین و علوم تجربی در واقع جمع کرده بودن. بله. یعنی بعضی تنها عالم دین نبودن که از دنیای چی نفهمن، به اصطلاح از علوم تجربی و طبیعت نفهمن. قضاهای خودشان حکایت میکنن که از مطالعات در مورد فضا و هستی و طبیعت زیاد میخوندن، علاوه بر این کتابای دینی پخته خواندن و پخته میخواندن و تدریس میکردن، از مسائل جهان هستی و از علوم تجربی هم مطالعات داشتن و آگاهی داشتن. در واقع بین دو علوم جمع کرده بودن، به خاطر که تضاد بین علوم تجربی و علوم دینی وجود نداره. علوم دینی دستور خداوند است و علوم تجربی در واقع تجربیات مخلوقات خداوند است. هیچ تعارض بین مخلوق خدا و علم خدا و آموزهای خداوند نیست. اما جناب مولانا صاحب نجیبی این کار کردن، این ویژگی رو داشتن که بعض علما ما ندارن، این ویژگی خیلی از علما ندارن که بتونن بین علوم دین و دنیا، بین
یک کتاب شریعت و کتاب طبیعت یک توازن ایجاد کرد و بین اینا یک سازگاری وجود بیارن که از هر دو بهره بگیرن. این ویژگی خیلی خاص جناب مولانا بوده. دیگه از ویژگان تواضع هست. کسانی که با حضرت نجیبی صاحب سر و کار داشتن و ارتباط داشتن میفهمن که یک مجموعه انسان متواضعی بدن. با برخودش با اطفال، با نوجوانا، با میمانها، با هر کسی از هر قشر جامعه که دیدار اونها میامد تفاوت قائل نمیشتن که فلانی خان است یا عالم است یا حکومتی است یا کسی غریب است و دهقان است و کسی دیگر است. هر کس به اونها تعامل داشت و رفت و آمد داشت تواضع خوب حس میکرد. بله. همیشه وقتی که میرفتم به محیط و مسجد صدر میدیدم با کمال تواضع با جمع دیگر مینشست، با جمع دیگر صحبت میکرد، با همه اقشار جامعه میجوشید. بله. گرم بود با مجلس با صحبت های نغز و قشنگ خود گرم میکرد. دیگه از ویژگی‌های خیلی مهم استاد نجیبی مهمان نوازی بود. این مقوله مشهور از اون است که هر کس اینجا آمد چایش دید و از جایش نپرسید. این قصه مشهور است. هر کی به میواد به خانه اونها اونا نمی‌پرسیدن که تا کجا بودی، فقط از پذیرایی می‌کردن و چیزی که در توان ها بود به خدمت مهمان می‌آوردن و این مهمان رو به گونه پذیرایی می‌کردن که مهمان احساس حرج نمی‌کرد. خیلی وقتا ما به جایی بریم اگر خانواده از ما به گرمی استقبال نکنه احساس حرج میکنیم، شاید ما مزاحم شده باشیم. دقیقا. اما استاد نجیبی وجودی که شاید مصروف بودن، حتما کار داشتن، درس داشتن و شاید مطالعات داشتن، اما بعد وقتی که مهمان میامد به گونه گرم و صمیمی با مهمان برخورد میکردن که مهمان احساس حرج نمیکرد. با کمال آرامش لحظات که اونجا بود از حضور استاد و از خانه استاد و از مجلس گرم استاد بهره مند میشد و مستفید بود. و این مهمان نوازی یکی از ویژگی اصیل اسلامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله توصیه میکنن. نشانه انسان خوب و انسان مؤمن اینه که مهمان گرامی بداره و ما را پذیرایی خوب بکنه. و استاد نجیبی این ویژگی است از اسلام و از آموزهای نبوی آموخته بودن که باید به مهمان مهربان باشن و مهمان را پذیرایی بکنن. دیگه از ویژگی خیلی مهم جناب استادی بود که با جوانان ارتباط داشت. دقیقاً. خیلی مهمه فقط اینه که نسل جوان اگر درست تربیت بشن و درست اهداف فر خود بفهمن جامعه تغییر میدن. بله. و استاد نجیبی از ویژگی مهمشان این بود که با جوانان ارتباط بود داشت. با جوانان گرم بود، به اصطلاح جوانان کنارش احساس آرامش میکردن. شخصیت اینا حتی سالهای اخیر که علاوه سنی پیر شده بودن و توان نشستن کم داشتن با مجلس اینها، بازم از جوان استقبال میکردن. بله. با جوان توصیه داشتن، به هر بانی که دیدن استاد میرفتیم به او اندرزه های داشت، توصیه های داشت، با جملات بسیار قشنگ موزون که از ویژگی های خاص اونها بود تشنگی ما رو در واقع رفع میکرد، تشنگی جوان ها رفع میکرد و این جوان ها علاقه من دیدار با استاد بدن. خیلی کم جوان های تعلیم یافته یا تحصیل یافته ای که ما داریم که هر بار کاروخ می‌رفتن حتما می‌دار استاد می‌رفتن. بله. چرا که نشستن در مجلس استاد برای آرام بخش بود و توصیه استاد اونها متاثر می‌شدن و توصیه استاد بهره می‌گرفتن. به این خاطر این ویژگی خیلی مهم است که باید با جوانان در ارتباط باشه. یعنی واقعا یکی از وظایف اصلی هر عالم و هر بزرگ هر اندیشمند اینه که جوانان رو اطراف خود جمع بکنه. چرا که با جوانان میشه کار کرد. جوانان هستن نیروی قوی و سازندهی که جهان تغییر بدن و دنیای ما و آخرت ما را بسازن. و استادی کار کرد که گرد خود جوانان داشت و همیشه جوانان نوازش داده و تشویق میکرد و اونها را انگیزه بود برای کار. یعنی وقتی به مجلس استاد نشستیم گپ اینا بود که بریم بخونیم، بریم تلاش کنیم، بریم تحقیق کنیم، بریم مطالعات خود را گسترده بسازیم، خود را محدود نکنیم به کتاب و چپتر محدود، بریم زیاد بخونیم. اون گونه که از دین میخوانیم بریم از طبیعت بخوانیم، از تجربه بخوانیم، از هستی بخوانیم، این عظمت خدا رو با علوم زیاده که کشف شده درک بکنه. این توصیه های زیاد استاد بوده. دیگه از ویژگی خیلی مهم استاد مرحوم این بود که مسائل دینی رو با درک مقاصد اونها مطالعه میکردن. یعنی این که از دین آنچه را میاموختن در پلوی ظواهر احکام و دستورات روی مقاصد شریعت تصور می‌کنه. دین اسلام یک مقصد بزرگ داره که رهبری و شریعت. و استاد نجیبی وقتی که درس ارائه می‌کردن، وقتی که سخنرانی می‌کردن، وقتی توصیه می‌کردن، گپ را این روی تمرکز بود که مقاصد دین از ما چی می‌خواد؟ هدف اصلی دین چیست؟ هدف اصلی این آموزه دینی چی است؟ روی حکمت‌ها و موضوع‌های دینی و مقاصد دینی توجه داشتن و از اعماق آموزه‌های دینی گلچین کرده و برای مخاطبین خود ارائه می‌کردن. دیگه از ویژگی‌ها اینه که ذوق ادبی داشتن. بله. جماعتونا با سخنرانی هم بسیار موزون بودن. مثل گفت نثر موزون داشتن جناب. بله بله. بعضی نوشته‌های کوتاه‌های از استاد نقل شده و خیلی نوشته‌های اونا که یعنی به دوران زیاد بوده و مفقود شده، دوران هجرت بوده و دوران جنگ با افغانستان بوده، قسمت‌های مانده و قسمت‌های هم جمع‌آوری شده. یک کتاب هم به نام مرد مردستان
از مورد داشته استاد چاپ شدم. ببینیم که استاد ادیب هستن، یک ادیب توانایی که به تعبیر بعض از بزرگوارا ما رو بیاد ادبیات سعدی میاندازه. دقیقاً ادبیات قشنگ که یک دانشمندای بزرگ تاریخ اسلام که یک شاعرای توانا و ادبای بزرگ سعدی باشه که از او بهره میگیره، ما از کتابهای گلستان و بستان و بله. کلیاتش. اما استاد نجیبی این ویژگی داشتن که نثر اینا موزون باشه و کلمات بسیار با زیبایی و قشنگی مطرح بکنن، کوتاه می‌نویسن، قشنگ می‌نویسن. بله. خیلی وقتا یک خط اونها، یک جمله پاراگراف اونها یک پیام خیلی بزرگ ارائه میکرد و این ذوق ادبی بسیار مفید بود و این باعث جذب مخاطبین و جوان ها میشد. دیگه از ویژگی های استاد نجیبی این بود که با مردم مشارکت داشتن، با غم شادی مردم شریک بودن. محافل و مجالسی که عمومی میشد در محیط اونها همیشه شرکت میکردن. حتی به سالهای اخیر فکر کنم سال گذشته حتی یک بار کنج یک برنامه بود به کرخ رفته بودیم، استاد شرکت کرد که مریض بودن، نشسته نمیتونستن، هر دم باید به صد میشدن، کمی راه میرفتن، بسیار اذیت بودن از لحاظ مریضی و سن بالا، بازم شریک بودن به مجلس، تا آخر مجلس نشسته بودن و همین قسم سهم داشتن با حضور خود در واقع به دیگه ها قوت قلب بود برای دیگه مشترکین و میمان ها. و این همکاری با مردم و شرکت در غم شده این مردم یکی از ویژگی‌های خیلی مهمه هر عالم باید باشه. هر کسی که در اجتماع زندگی میکنه باید با دیگه در ارتباط باشه. استاد نجیبی این ویژگی رو کسب کرده بودن که با مردم خود شریک بودن، با مردم همراه بودن، هر کسی غم داشت با غم شریکی میکردن، هر کسی شادی داشت با او شریک میشدن. و یک دیگه از ویژگی‌های مهم اینها عزت نفس بود، استغنا بود. یعنی هیچ بار در عمر زیاد استاد سالها با افغانستان حکومت ها آمد و مسئولین آمد و شاید والی ها و رسول زیاد و رسول زیاد آمدن هیچ کدوم به دربار هیچ کدوم نرفت. یعنی با استغنایی که داشت، با همو آید اندکی از کار شخصی خود داشت، از تلاش های فرزندان خود داشت، با همو زندگی خود همی کرد، به دنبال کشفش دنیوی نبود، به دنبال چوکی مقام نبود. همونطور عزت با عزت زندگی کرد، با عزت هم وفات کرد که آبرو مقامش نزد خدا حتما انشاءالله نزد بشر هم محفوظ و ماندگار است. آخرین ویژگی که میخوام اشاره بکنم اینه که استاد همت خیلی بلند داشتن، همت خیلی عالی بود. یعنی این قدر تلاش و سخنرانی و درس اینا با همت بلند میشه. وقتی از خانواده فقیر در خانواده فقیر به دنیا آمدن و اونجا خودشان حکایت میکنن که وضعیت مالی هم خوب نبود و بعد هجرت و سرگردانی اینها، همه این مشکلات زندگی و این تحولات جنگا در افغانستان اونا رو کم همت نکرد. بله. با همت بلند پیش رفتن، قدم گذاشتن و کار کردن و تلاش کردن که خدمات بزرگی برای جامعه دینی و علمی افغانستان تقدیم کرده و امروز ما به سوگر ها نشستیم و برای خود و برای ملت خود تسلیت میگیم که و از خدا هم میخواهیم که استاد در غریق رحمت خیش بگردند. بله. با وجود این همه ویژگی های بسیار خوب، مطمئنن هنوز هم ویژگی های بسیار بیشتری در وجود استاد بود که در این اندک وقتی که ما در دسترس داریم نمیتونیم همه اینها رو بیان بکنیم. با وجود این ویژگی ها مشخصه که جایگاه بسیار والا و خوبی در قلب های مردم داشتن، چنانچه مشاهده کردیم در روز گذشته که مراسم خاکسپاری جناب استاد بود، حضور گسترده مردم هم از قشر جوان، هم از قشر بالاخره کهنسال تحصیل کرده، همه اقشار جامعه به نوعی سهم گرفتن. میخوایم که درباره جایگاه استاد در قلب های مردم و ای که شناخت مردم از استاد همچنان ضمن صحبت هایی که داشتین دوام بده. تشکر. وقت اینه که میشه گفت استاد در محبوب دل ها بودن. یعنی وقتی ما میبینیم از علما رو کنه با همه علما دوست بودن. یعنی بله. با هیچ عالم به خاطر مسائل علمی، مسائل چیز تعصب نداشتن، با کسی دشمنی نورزیدن، کسی از خود نرنجاندن. بله. علمایی که مشکل گاهی ما داریم بین علما زیاد بعضی مسائل هست، بین استاد با علما نبود. بله. با جوانا بیشتر اشاره کردیم، رابطه صمیمی داشتن، این محبوب قلب های جوانا بودن، جوانها رو جذب میکردن، جوانها رو انگیزه میدادن. با عام مردم، با مردم محیطی که اونجا زندگی میکردن، محیط اولسوری کرخ، با کل مردم اونجا صمیمی بودن. یعنی همه هیچ کس فکر نکنم هیچ کس پیدا بشه که استاد شکی باشه. بله. چرا استاد با برخورد نیک داشتن، کسی مشکل داشت مشکل زندگی میکردن و هر کسی به دیدار اون میاد بود پذیرایی میکردن، اما برخورد نیک با هم داشتن باعث شد که محبوب دلها قرار بگیرن و مطمئنن که خیلی کسایی که شاید از محیط هرات نبودن تک نوشته استاد خوانده باشن، کوتاه نوشته استاد خوانده باشن، مجذوب استاد شدن. و همین عامل اصلی هم که استاد
محبوب قلبا قرار میگیره و همگان به او جذب میشن، اینه که استاد تصورش خیلی گسترده، فهمش بله. گسترده و بیاناتش همه شموله و وقتی که از اسلام گفت میزنه اسلام به معنای واقعی کلمه معرفی میکنه، وقتی که از دنیا گفت دنیا با فهم بسیار قشنگ معرفی میکنه دنیا، یعنی فهمش از دنیا فهم ناقص و ناتوان نیست، فهم بسیار گسترده بله. جایگاه واقعی دنیا شناخته و دنیا اگر دنیای خوب باشه دنیای سلیمانی میشه که ارزشمند است. وقت این قسم با دنیا تعامل داشته بیاد که با چنین تصورات با چنین طرز دید انسان محبوب دلها قرار بگیره. بله دقیقاً. اما قسمی که شما بیان کردین اکثر پندها و اندرسای جناب استاد برمیگشت به جوان، و حتی یک کلیپی که من از خود استاد دیدم و در همون یک پند بیان میکردن میگفتن جوانی نوبهاری است و از تک تک همون لحظات عمر خود استفاده بکنین و هیچ لحظه ای بدون استفاده بدون بالاخره یک کار خوب هدر ندیم. پس به این نتیجه میرسیم که هم مقام جناب استاد قشر جوان و نسلی است که در آینده اینا پا به جامعه میگذارن و به نوعی میخواین خدمتگزار باشن. پس اندرز استاد بزرگترین درس استاد اینه که از همه فرصت ها و از همه لحظات عمر خود بهینه خوب و استفاده اعظمی داشته باشین. در ابتدای صحبت خود اشاره پیرامون تحصیلات جناب استاد داشتین، اگر درباره درجه تحصیل استاد هم معلومات داشته باشین بسیار خوب باشه. استاد مرحوم نجیبی صاحب تحصیلات رسمی و دانشگاهی نداشتن. بله. ابتدا کنها درسای ابتدایی به صورت نزد پدر خونده بودن، با اوکتبیه که بودن. بله. درسای دینی اونجا خوندن. بعد پدرش وفات میکنه و بعد درس فاصله میگیرن. بله. دست فاصله میگن چون که شرایط اینا ایجاب نمیکرد. بعد به مهاجرت که مطرح میشه مهاجرت هم کم کم درس خواندن، یعنی میشه گفت استاد کل علم خود از طریق مطالعه و بررسی تلاش خودش هم دست آوردن، کمتر شاگردی کردن بیشتر استادی کردن. در آنچه که ما کان علم میدانیم و کان علم عرفان میدانیم بیشتر مطالعه کرده بودن. یک درسی که ما از این قسمت زندگی استاد میبینیم اینه که خیلی وقتا جوان ها همو اکتفا میکنن با همو درجه تحصیلی و مکتب و پانتون اینها، در حالی که اینا چیز خیلی کمیه، یعنی مکتب و پانتون کسی عالم نمیشه، یک راهنما هست، یک راهنمایی است. کسی عالم میتونه بشه که دوامدار بره بخونه، دوامدار مطالعه کنه. استاد نجیبی با وجودی که لازم درجات علمی کسب نکردن، به گفته خود اونها دستور فضیلت به سر نکردن، حتی تحصیلات حوزه ایرم به تعبیر عامش پیش نبردن، با وجود این اما عالم ترین علما بودن. چرا؟ به خاطر که خواندن و مطالعه و خواندن دوامدار استاد بوده که استاد به جایگاهی میرساندن. و اگر کسی بخوای او مقاطع رسمی بخونه و دیگه مطالعه نکنه او بی سواد میشه، اما کسی که مثل استاد نجیبی صاحب مقاطع بالای علمی نخونده باشه اما مطالعه کرده باشه عالم بزرگی میتونه باشه. به خاطر خوبه که از این قسمت زندگی استاد خوب بیاموزیم و جوانا خوب درس بگیرن که بخونن، یعنی با خواندن با تحقیق مطالعه با تلاش خودی انسان میتونه جایگاه بالایی برسه، میتونه مثل استاد مرحوم بشه با تلاش خودش. و این یک راه هست. خیلی خواه گفتن که نمیشه دیگه ما چگونه نتونستیم در خیلی افغانستان ما داریم که سالها جنگ بودن درس نتونستن بخونن، اما استاد شهید نتونست درس بخونه، درس رسمی و حوزوی و مدارج و اما تونست به خود برسونه. ما هم اگر همین قسم تلاش بکنیم همت داشته باشیم میتونیم که از استاد درس گرفته و در راه علم و عرفان و در راه کسب معلومات تلاش بکنیم. سپاسگزارم جناب استاد. و به عنوان آخرین سوال، از اونجایی که خود جناب مولانا نجیبی کروخی یکی از علمایی بودند که در بین جامعه و در بین قلب‌های مردم از جایگاه خاص و والای برخوردار بودند، می‌خوایم که درباره وظایف علما در قبال جامعه در قبال مردم همچنان صحبت‌های اخیر شما رو خود داشته باشیم. تشکر. به مناسبت یادآوری از ویژگی‌های استاد مرحوم نجیبی صاحب، این بحث خیلی خوبه که ما اشاره به وظایف علما بکنیم، یعنی ایشان به یک عالم خدمات ارائه کردن. بله. خیلی کسای دیگری هم علما هستن و خیلی جوانان که انشاءالله بعد از علما قرار بگیرن، بعد باز متوجه وظایف اصلی یک عالم باشن. بله. وظایف اصلی یک عالم برمیگرده به وظایف پیامبری. بله. یعنی در واقع عالم میشه گفت ورثه حقیقی پیامبر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن برای مردم خود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم کارش این بود که احکام الهی رو با موضوع الهی مردم برسونن، تبلیغ بکنن. بله. کار عالم هم تبلیغ است. کار عالم یک از وظایفش اینه که دین رو مردم برسونه. وقتی دین میگیم برسونه، با فهم شمولی که مثل نجیبی صاحب برسونه، یک مثال است بریم. بله. و میتونه ما یک قسم دین بیاموزیم و یک قسم مردم برسونیم، یعنی بعد عالم ما به گونه ای با مردم دین برسونه که همون زیبایی دین جلوه بکنه. بله. دین با
با کمالش، با کل خوبیایی که الله متعال فرستاده و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تعیین کردن، این خوبیا رو مردم برسونن و تبلیغ بکنه که وظایف علما هست. دیگه از وظایف علما اینه که از شبهات مطرح شده دفاع بکنه. بله. خیلی ها علی اسلام اتهام میزنن، اتهامات بیجا و واهی. وظیفه بزرگ عالم اینه که اتهامات بخونه، بررسی کنه، نقد، نقد علمی بکنه. بله. نه نقد تکفیر و تفسیخ که خلاص تو برو کافر هستی با ما گپ نزن. نه. کسی شبهه مطرح کرده بعد عالم بشینه به او قناعت بده. به دلایل علمی و یقینی که داره و باید داشته باشه به او صحبت بکنه و قناعت بده. دیگه از ویژگی‌ها اینه که برخی بدعات و خرافات از اسلام، از دامن اسلام پاک بکنه. بله. بعض انسان‌های کم علم، انسان‌های نادان و انسان‌های فریب خورده گاهی هستن که چیزایی رو با اسلام نسبت بدن که اسلام نیست و به نام اسلام میخوان به تعبیر از اسلام به خود دکان جور کنن، از اسلام میخوان استفاده سو بکنن. وظیفه عالم اینه که بشناسن مردم را، حقایق بفهمه، او خرافات و او باورهای نادرسته که به همش مردم دارن اونها را از اسلام پاک بکنه و به اسلام نسبت ندونه. وظیفه خیلی مهمه یک عالم اینه که راهنمای مردم باشه. بله. امام یعنی پیشوا، پیشوای مردم. پیشوا به معنای واقعی کلمه که همه جانبه باید باشه، نه تنها پیشوای دین، پیشوای دنیای مردم باید باشه. اما اونه که در اون مسائل دینی باید مردم هر مشکل دارن حل سو دارن پیش عالم مطرح کرده و با خوبی و با دقت مسائل یاد بگیرن و عملی بکنن. در مسائل دنیوی خودم باید عالم ما باید پیشوای مردم باشه، پیش مردم به این معنا که دنیا جایگاه واقعی دنیا درک بکنه و دنیا رو به جایگاه واقعیش قرار بده، آنچه که از دنیا مطلوب است و خوب است به او تشویق بکنه، آنچه از دنیا زشت و نادرست رو معنی بکنه و یک راهنمای به تمام معنا باشه که بتونه مردم رو محور حقیقت جمع بکنه. چرا اگر عالم قرار باشه تنها دین بدون دنیا مردم برسونه، معرفی دین ناقصه، چرا که دین دنیا رو هم شامل میشه. مسائل دنیوی بخش از آموزهای دینی ما هست. بن عالم وظیفه شناس کسی است که دین رو با دنیا جمع کرده، مثل استاد مرحوم نجیبی صاحب با جمع کرده، با این یک مجموعه کامل به مردم معرفی میکنه و دنیا در پرتو دین و در آموزهای دینی به مردم درست میشناسن. سپاسگزاریم جناب استاد عبدالخالق احسان از اینکه لحظات در کنار ما بودین و به معرفی شخصیت مرحوم مولانا صاحب نجیبی کروخی پرداختین. جهان سپاس. تشکر. سلام علیکم. و تشکری خاص و ویژه دارم از شما همراهان عزیز و گرامی برنامه اسرار ریوا. در ادامه برنامه امروز ان شاءالله که در کنار ما باشین.